میشه. شما فرمان عزیزم نظر شما چیه؟ الو بفرمی. خب دیگه شما بفرمی عزیزم. کسافت شما بفرمی. سلامت. بله خب اینم از فرمایشات عزیزان ما. شما فرمان عزیزم نظر شما چی؟ الو بفرمی. آقا اتوکی انشالله شما رئیس جمهور میشین ایران بشه بهش معتادان. خیلی ممنون از نظر شما. شما بفهمید. درود بر شما. درود بر شما. بفهمید. آقای عطاگرما سی ان ان اعلام کرد که آمریکا یک حمله نظامی بر ایران انجام می‌دهد. شما بفهمید. با موشک اتمی و همه چی. بیرا می‌خواید می‌کنم. الو. بفهمید. درود فراوان شما قطاکی. الو. بفهمید. بفهمید. آقا اتاکی میخواستم بگم که اینا که میان میگن که تمام اینا هم دست هم دیگن. میخواستم بگم که حالا شما یه خورد آشناس به نظرم مرد بزرگ شما که بگید کار به کجا رسیده. بفهمی خواهش میکنم. آقا سیلن نلام که بفهمی. شما بفهمی نیزه. نورد بر شما. نورد بر شما بفهمی. آقای اتاکی آقا سیلن نلام کرد که آمریکا بفهمید خواهش میکنم. شما بفهمید. شما بفهمید. یه پیرن پوشیده بود خدا شاهده عکس جمجمه گرفت. شما بفهمید. سلام آشوکی. سلام علیکم. من خواستم یه آقا تا که امشب خماری میشین که نکشیدی رنگلو پریده. جواب به اینها چی بدم چی ندم چی بگم چی نگم همون نگفتن چیه بهتره. بفهمی خواهش میکنم. آیا اتاکی جانم بفهمی. به جمهور عزیز سلام عزیز. سلام علیکم. خسته نباشی عزیز. ممنونم. من میخوام یه خود اینو موضوع رو یه خود عوض کنم. یه اخبار اینجا هست اینو شما یه توجهی بهش بکنید. ببینید همینطوری من برقی براتون میخونم. میگه سکس ابیوز ستلمنت آفر برای این کشیشا 45,700,000 آرش بیشاپ تو ستل 88 ابیوز کلیم کنتاکی اپ تو 85,000,000 اوکیت این ابیوز کیس 783 نیو کلیم آف کلیرژی ابیوز. خب اینو تا اینجا گرفتیم حالا منظورتون رو بفرمایید. نری جان ببین راجع به اینا یه خود صحبت کن چون که شما خودت مسیحی شدی تشکری چی میگم راجع به این پیرستا یه خود صحبت کن و من میخوام بدونم که آیا شما هم خودت داوطلب شدی که از این ستلمنت ها یه پولی بگیری یا نه. آخه همش بیا اونجا دروغ هوا کنی و اون دروغ اون زنه و اونا بابا دروغ نه دروغی که من گفتم چند تا دروغ هایی که من گفتم ببهمی موشی. آخه چرا اینقدر دروغ مردی که احمق دروغی که من گفترم بگو اینقدر زر و زر نگو دروغی که من گفترم بگو مودش ترکیب دو بره. خب اومده اینو تو کی همچین بساطی امروز در اومده این صحبت ولی نحو برخورد و مواجه شدن با مسائل رو بیشور چشمتو باز کن نگاه کن. روزنامه هم که اینو نوشت فردا نگرفتن زندانش بکنن که چرا به ها راجع به کشیش صحبت کردی بگو زندان. شما فهمیده آقای اتاکی درود بر شما. درود بر شما. اون دار دسته که شیشکی میبندن جان مادرتون بس کنیم. ما هر دفعه میخوایم برنامه لذت ببریم یه مش آدم لو لایف میریزن اینجا رو به هم میزنن. شبتون بخیر. شب بخیر. ممنونم. میخوام تعجب بفهمید آخو مرد تیکه یه عمامه به سر حجف پدر سوخته حالا تو لب این پسر بچه رو ماچ نکنی جلو همه ازت عکس نگیرن نمیشه. خب بابا والا مام با مردم گاهی ها روبوسی میکنیم ولی دیگه آخه این بگیر و بیار و یخش رو بگیر صورتش رو بگیر و بچه هست و برو تو لب بچه آخه معنی داره. آقایی که راجع به کشیش رو صحبت میکردی قشنگ نگاه کن گاب میش آخه اون مردی که خجالت نمیکشی آخه مردم همدیگر اینجوری ماچ میکنه مگر اینکه واقعا یه جای کاری عیبی داشته باشه. آخه این وضع ماچ کردن دوتا متن نرخره آخه یعنی چی آخه اینم باز رئیس جمهور رئیس جمهور باز لب تو لب با یکی و من نمیفهم حالا معنی این لب تو لب یعنی چی آدم های نرخره گنده
لابد یکی از شما میاد بر ما تشریح میکنه و میگه. بفهم خواهش میکنم. آره شاق امیرز. سلام سلام. سلام قربان. قربان شما بفهمید. من خودم نمیدونم تحقیقاتی راجع به این برام سیره انجام دادم. و این خیلی قانون مترقی هست، خیلی قانون پیشرفته هستش. توجه فهمید این رو الان خیلی در بعضی از ممالک میخوان از رو ما حتی چی میگن شروع کنن این رو هم در بعضی از ممالک غربی میخوان به کار ببرن. چجوری در ممالک غربی میخوان به کار ببرن؟ بله به خاطر اینکه این ببینید خودش باعث میشه که فحشا خیلی کم بشه. اینجا خب میبینید چه ما صیغه باعث میشه که فحشا کم بشه. بله شما صیغه رو چی میدونید عزیزم؟ یه ازدواج موقت توی آزادی ازدواج موقت ایرادی نداره. وای ایرادی نداره. شما خودتون صیغه کردین تا حالا چند بار؟ بله و صیغات معمولا مدت صیغه شما چه مدتی بوده؟ به حدود یک ساعت. یک ساعت؟ بله. و وقت بینم اگه یک ساعت صیغه بکنی مهریه رو باید بیشتر بکنی؟ نه دیگه خب این چیزی که قرار دادید که انجام نه من مهریه برای یک ساعت بیشتر از صیغه نیم ساعت است. اینا این چیزایی که بستگی داره شما بگم الان پس تی میکنیم میگه آقا صیغه نیم ساعته میخوام اصلا میگه 10000 میگه حالا یه ساعته میخوام صیغه بکنم چقدر اصلا میگه 15000 تا بعد تی کرد دیگه. بله اما الان شما ببینید خیلی از خانم ها هستن که دوست دارن صیغه سادات بشن. بله ما دیدیم یعنی صیغه سادات دیگه چه جوریه؟ یعنی اینها که سید هستن. آها یعنی با مردی که سید صیغه بشن؟ بله به خاطر اینکه تبرک و اون ثوابی که داره. بله ترجمه میکنی؟ بله صحبت کردم پر. خب شما فکر میکنید که این 25 نفری که به قول یه آقای رفتن ایران الان امریکایی ها رفتن ایران رفتن که لابد این نوع تمدن های ایرانی بیارن اینجا دیگه ها؟ شاید اونا هم رفتن دنبال سید میگردن. من نمیدونم دنبال سید میگردن. بله ولی شما حالا بله این چی پس به نظر شما صیغه امر متمدنیه؟ بله بله و فرقی مثلا فرق بزرگی هم داره با فحشا مثلا فرق بزرگی داره. بله من دربارش تحقیق کردم. من بدون تحقیق عرض نمی کنم. تحقیقتون در چه حد بوده؟ من مدتی ببینید رفتم در همین کتابخانه کنگره کلی من کتاب خوندم راجع به صیغه. بله اینا رو کی نوشته بود این کتابا رو؟ بله کتابا رو کی نوشته بود؟ یه سری از تمام من اینها به حق دارم میگه غربی بودند. محققین غربی اون وقت مخصوصا من عرض کردم اینو من عجیبه که با سادات خیلی دوست دارن صیغه بشن. کیا دوست دارن با سادات صیغه بشن؟ یک سری از خانم ها عجیب دار دوست دارن که صیغه سید بشن. بله حالا نمیدونم چرا. بله میگن کاری که سید میکنه با سین فال. خیلی ممنون خیلی ممنون بینندگان عزیز. عقیده یک آقای فارسی زبان ایرانی رو هم شنیدید که میفهمند که صیغه چیز بسیار خوبیه و خودشم چند بار امتحان کردم و خیلی خوب بوده. خب اون خانم هم دیدیم که مال اون خانم که من فکر می‌کنم قرصه اون صیغه‌اش که هیچ چی اون دیگه چی گیرش من نمیدونم ولی خب